34-35 سال این مجموعه جمع آوری شده. خب از تقریبا حدود 90 کشور ما اینجا عروسک داریم، بیشتر عروسک داریم و بعضی از عروسک‌ها در این مجموعه خب اهدایی هستن که باز اهدایی ها را من خدمتتون میگم. تأسیسش هم این صورت بوده، ما خب برای 10 ساله، یعنی روز 3 شهریور که روز جهانی صلح هست، روز 10 ساله میشه که ابتدا ما پاسداران بودیم بر میرداماد و الان هم که 5 ساله اینجا هستیم. خب من قصه بعضی از عروسک‌ها رو اینجا برمی‌زنم از جشن اومده. خانم کاترینا خب همجور که میدونید در کشور مکزیک 3 روز در سال جشن میگیرن برای مردگان که انیمیشن کوکو هم تو همین زمین است. خب توی جشنشون خانم کاترینا هم هستش. دلیلی که خانم کاترینا رو تو جشنشون هست اینه که خانم کاترینا زن بسیار ثروتمندی بوده که به واسطه ثروتی که داشته میگفته من جاودانه هستم، من پول دارم نمیمیرم. میگن شما چه کاترینا باشی چه فقیر باشی روزی خواهی مرد، ولی مرد یک سفر و جابجایی شیرینه، چون ما براش داریم جشن برگزار میکنیم. خب اینجا خوابی که میبینید زندگی مردم شیری به تصویر کشیده شده. ببینید یک خواب چقدر میتونه جنبه آموزشی داشته باشه. خب با نگاه کردن به این خواب پی میبریم که مردم شیری از چه راهی امرار معاش میکنن. مردم شیری دامپروری دارن، مردم شیری ماهیگیری، مردم شیری شغل عمده شون پارچه بافیست که شما اینجا میبینید، و اینکه خب شیری سرزمین کوهستانی است چون لاماها در حال حرکت هستن. پس ببینید چقدر اطلاعات میشه توی یک تصویر به دست بیاری. حالا برای کودکان که اصلا میشه یک کلاس درس چند ساعته، چون اینقدر چیزهای ظریفی توی این آب پیدا میکنن، در این قدر پرسش و پاسخ اتفاق میفته که من میتونم مثلا من رو عنوان معلم میتونم چند عروسکی هست، عروسکی از دکتر شمس دین مفیدی. دکتر شمس دین مفیدی پزشکی بودن قبل از انقلاب، تو زمینه میکروب شناسی، انگل شناسی فعالیت داشتن، خدمات بسیار ارزنده به ایران کردن، عاشق سفر بودن و عاشق عروسک. خب بعد از فوتشون پسرهاشون اومدن و مجموعه عروسک‌های پدرشون رو که نزدیک به 500 عروسک بود رو به بخش ملل ما اهدا کردن. پس عروسک‌های دکتر شمس الدین مفیدی به صورت پراکنده بین عروسک‌های ما هستش که این کار قشنگ رو انجام داده که همه ببینن. عروسکی هست که کوچکترین عروسک موجود تو موزه ما این عروسک هست. این عروسک اسمش هست عروسک غم و غصه. خب ببینید با متریال خیلی ساده درست شده، انگار دو تا چوب و یه ذره نخ. خب این عروسک در کشور گواتمالا، در فرهنگ گواتمالا، خب مادرها روزی که احساس میکنن بچه ناراحت هست و نیاز داره با کسی صحبت بکنه، این عروسک رو چون خیلی متریال ساده سری درست میکنن به بچه ها میدن، میگن با این عروسک حرف بزن، درد دل کن، این عروسک ناراحتی رو با خودش میبره. خب به بچه با این عروسک حرف میزنه، صحبت میکنه و میذاره زیر بالش و خوابش میبره. صبح که بلند میشه بلافاصله میره زیر بالش نگاه میکنه، میبینه عروسکش نیست، با خوشحالی صدای مادر میزنه، میگه مادر واقعی عروسکم ناراحتم با خودش برد چون خیلی من شادم. خب آموزه‌ای که توی این باور هست به نظر من خیلی قشنگه، به خاطر اینکه خب بچه یاد میگیره که از کودکی با یک موجود بیجان مثل عروسک درد دل بکنه، با غریبه ها حرف نزنه، و اینکه بچه خب تخلیه درونی میشه. خب این اتفاق خیلی خوبی هستش. از ژاپن خب این دو عروسک، خب ژاپن مهد عروسک های دومی است در کشور ژاپن. عروسک هم کاربرد تربیتی داره، هم کاربرد آموزشی داره. ببینید این عروسک اسمش هست عروسک داروما یا عروسک آرزوها. این عروسک در کشور ژاپن بدون چشم فروخته میشه. شما این عروسک رو خریداری میکنید، یک چشم رو میکشی، آرزو میکنید، چشم دیگر رو نمیکشی تا زمان برآورده شدن آرزوت، ولی تا زمان برآورده شدن آرزوت باید داروما جلوی چشمت باشه. چون چی بشه؟ یادآور این بشه برای که هدفهاتو برای رسیدن به آرزوت باید هدفمند و قدمهاتو برای رسیدن به آرزوت باید هدفمند برداری. و عروسک دیگری که در کنارش میبینید عروسکی هست باز از کشور ژاپن، عروسک استقامت در برابر مشکلات زندگی است. این عروسک
پروی شکل تهش سنگی. شما هر چند بار که این عروسک رو بندازی بلند میشید، هر چند بار بندازی، میلیون ها بار بندازی بازم پا میشه. ژاپنی ها زمین خوردن ندارن چون دست از تلاششون بر نمیدارن. این عروسک درسی که به ما میده در برابر مشکلات زندگی با قوی باشیم. خب یه بار نتونستیم کاری انجام بدیم، دوباره تلاش میکنیم، ده ها بار، صد ها بار، به هر حال هر تلاش میکنیم تا به اون اهدافمون تو زندگیمون برسیم. خب از کشور روس ماتوشکا کشورهایی که هم دارن، گرجستان کشور ماتوشکا داره. ولی خب فرقی که با ماتوشکای روسی داره اینه که در کشور گرجستان به صورت انحصاری آثار یک هنرمند روش نقاشی میشه، یعنی کپی رسمانی. یا ماتوشکا که مثلا ما فندق شکن ها رو داریم که ماتوشکاهای فندق شکن هستن. ولی این درسی که به ما میده این که خب خانواده باید حامی هم باشه، باید از هم دیگه حمایت بکنن. خب عروسک قاشقی اینجا میبینیم، عروسکی که از کشور ارمنستان هست. این عروسک عروسک باران خواهی هست. ببینید قاشق با قاشق هم درست شده، زیر شفتش گندم. در کشور ارمنستان خب زمان که خوشسالی میشه این عروسک رو درست میکنن و طلب باران میکنن کشاورزان، که شما اینجا عروسک میبینید پایی هستن. این سمت همش عروسک های اروپایی ما هستن که از روزوری چک مثلا عروسک داریم، از اسکاتلند، نیوزیلند، هلند، انگلیس، مثلا اینجا سرداران باد سلطنتی انگلیس، فرانسه، اوکراین، لهستان. خب عروسک های اروپایی ما آلمان اینجا هستن. یک عروسک من بالا براتون بگم، این عروسک عروسک لایکونیک هست که نماد ملی کشور لهستان هست. این عروسک اهدایی هست به موزه، روزی که موزه افتتاح شد، چون نماد ملی یک کشور هست و همکاری اروپا سفارتخانه ها، روز افتتاح موزه از خود لهستان کراکوف فرستادن برای که تو موزه ما معرف کشورشون باشه. خب عروسک بدون چهره مادر کودک هست. این عروسک بدون چهره که خب از کشور اوکراین هست. این عروسک در کشور اوکراین باید سردار نگهبان و محافظ خونه باشه. هم دو چکن کارم که اینجا ببینید که نماد خوشانسی از کشور من یه قصه راه اندازی شد. عروسک هایی که میبینین چهره پردازیشون کار خانم سارا حسینی هست، پوشش مناطق مختلف ایران با المان‌های از باورهای اونا رو روی گردن، دست، پای عروسک‌ها بالا طراحی کردیم. اولین عروسکمون مال منطقه نصرآباد اصفهان هست. اونی که شما انتخاب کردی نزدیکای اصفهان هست. عروسک بعدیمون مینداشت گلستانه، عروسک بعدیمون پوشش خوزستان هست، علف‌های خوزستان، و عروسک بعدیمون پوشش قشقایی‌ها در استان فارس. استان فارس بچه ها میدونه نزدیک شیرازه، هر جا گفتم فارس بفهمی نزدیک شیرازه. عروسک بعدیمون پوشش منطقه اردبیل رو نشون میده و این سه تا عروسک پوشش مناطق هرمزگان، که هرمزگان میشه چی؟ میشه بندرعباس، قش، کیش، هرمز، همه اینا خوب میشه چی؟ هرمزگان. در هر منطقه میبینید لباس ها متفاوت. پوشش سیستان و بلوچستان هست که بلوچ اون منطقه، و ما روی گردن اون عروسک یه دونه چی؟ درخت خرما رو طراحی کردیم با دو تا خرس سیاه بلوچ. خرس سیاه بلوچ یه دونه هفت روی گردنش سفید رنگ داره و بلند داره، کم 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 نسلش از بین میره و باید مراقبش باشه. عروسک بعدیمون منطقه لامر در استان فارس نزدیک شیراز هست. باز منطقه لرستان پوشش بلند زنان منطقه لرستان رو میتونیم ببینیم. شیر سنگی برشون نماد مهمیه که روی قبور پهلوانان نشون میذارن. داغ خیلی سنگینی داشته باشن معمولا موهاشون رو قیچی میکنن. و عروسک بعدیمون مربوط هست به منطقه ترکمنصحرا. خب دخترها تو خیلی از مناطق ایران زود ازدواج میکردن، از قبیلهشون دور میشدن یا با افرادی ازدواج میکردن که شاید مولد دوست نداشتن. شبهای مهتابی دور هم جمع میشدن و با خوندن ابیات و اشعار از هجر و دوریشون میگفتن و ضربه هایی که به گلو میزدن این صدا رو خیلی حزین تر میکرد. عروسک بعدیمون پوشش عروس منطقه عوض در استان فارس است. بچه‌ها استان فارس باز نزدیک کجا بود؟ شیراز. که این توی اون منطقه لامر یه دونه قصه دارن به نام هزار هزار دونه انار. قصهش خیلی خیلی شبیه سیندرلا است. کتاب و داستانش رو آقای اکبرپور بازسازی کردن و چاپ کردن.
اگر دوست داشتین ببینین این سیندرلا اصله یا اون یکی، میتونین قصه شو بخونین.
سنندج، این دوتا هم که دو منطقه خراسان هست که باز ما روی ساز بولن نقش معیشتی زنان رو در خراسان طراحی کردیم. عروسک بعدی ما منطقه کلات نادری هست که عروس اون منطقه هست و کرمانج هست، یعنی عروس کرمانج ها لباسش به اون صورت هست. اونی که میزنن متفاوته، نخ میپیچن دور دستشون، نقش نمیذارن. و عروسک هاشون هم دو جوریه، عروسک هایی که برای بالای گهواره بچه ها درست میکنن که به صورت نقوش جانوری میبینیم، به صورت اسب، فیل و چیزای اینجوریه، و یک سری هم حالت چشم نظر رو داره که اون بالای سر در خونه هاشون میذارن. پوشش روبرو کرمانچ های خراسان هستن. کرمانچ ها کلن گروه کرد بودن که در زمان در دوره صفوی تبعید میشن و الان در جاهای مختلف پراکنده هستن، در خراسان، کردستان، عراق، سوریه، ترکیه و جای مختلف زندگی میکنن. اون دو تا عروسکی با ساقه های برنج درست میکنن، با ساقه های برنجشون عروسکی رو درست میکنن، یک سال میذارن توی آشپزخونهشون بمونن. بر اساس افسانه و قصه هایی که بالا زنانه هست، یعنی شخصیت اصلیش زن هست، یک چهره رو حرکت دادن در تمام این قصه ها. و سه بالایی مربوط هست به باوری که مردم عرب خوزستان دارن، میگن در آخرین دانه سنبله گندم، یعنی در آخرین دانش میشه اینجا، خب زنی نهفته است که باعث باروری و برکت میشه، که خانم طاهری به این صورت اومدن طراحی کردن که بارندگی کمه. خب چیکار میکنن؟ یه دختر خیلی خوشگل لباسی رو میپوشه، میگه در ارتفاعات با دستمال‌های رنگی شروع میکنه رقص، و بعد میگن چی؟ میگن ابرا برای دیدن رقص اون دختر میان کنار هم جمع میشن و بارندگی اتفاق میفته. که خانم طاهری این رقصش رو به این صورت طراحی کرد و بهار رو به این صورت طراحی کرد. و ننه سرما که وقتی بچه‌هاش احمد و بهمن توی برفا گیر میکنن چیکار میکنه؟ موهاشو قیچی میکنه و مشعلی برمی‌داره و میره دنبال بچه‌هاش میگرده. باز اونجا سپندارمز رو داریم، عروس قنات از اون و میگن که خانومی بوده دال، دال پرنده است. مثلا خب میگن خانومی بوده که دوست داشته چی؟ بچه‌ای داشته باشه. و یک پیر دانایی بهش میگه اگر از تخم یک پرنده 40 روز نگهداری بکنی، بعد از 40 روز به آرزوت میرسی. اون خانم هم چیکار میکنه؟ یک گهواره درست میکنه و یک تخم پرنده رو برمیداره و شروع میکنه ازش نگهداری کردن. تقریبا روزای آخر که بوده، پدر خانواده میگه آخه کجای دنیا دیدی از تخم یک پرنده بچه یه انسانی متولد بشه؟ میشه بچه ها؟ تو قصه همه چی میشه. و چکار میکنه؟ تخم رو پرت میکنه توی یک خرابه. وقتی که تخم رو پرت میکنه، پرنده ای توی آسمون داشته دنبال غذا بر بچه هاش میگشته و تخمو میبینه و چیکار میکنه؟ میبره توی غار که بده به بچه‌هاش. تخمو که میذاره اونجا، تو پیش از اینکه بچه‌هاش نوک بزنن چی میشه؟ ترک میخوره و یک دختر خوشگل از توش میاد بیرون. خب پرنده دیگه دلش نمیاد اونو به بچه‌هاش بده. با بچه‌هاش اونجا بزرگش میکنه. دختر پرواز کردن رو یاد میگیره و اونجا بزرگ میشه. یه روز که کنار غار وایساده بوده، تصویرش میفته توی آب رودخونه‌ای که پایین بوده و پسر پادشاه که از اونجا رد میشده، یک دل نه صد دل عاشق اون تصویر میشه و میره قصد به پدرش میگه من میخوام با دختر دال ازدواج کنم. پادشاه میگه آخون که پرواز میکنه، توی غار زندگی میکنه، نمیتونیم پیداش کنیم. پیرزنی که اونجا بوده میگه من میرم و اونو براتون پیداش میکنه. میره و چیکار میکنه؟ زیر اون غار وای میسته، یه گوسفندو میگیره و یه چاقوان برعکس میگیره، مثلا میخواد چیکار کنه؟ گوسفندو سر ببره. دختر از اون بالا میبینه، میگه مادر چی کار میکنی؟ گوسفندو اذیت میکنی؟ میگه من که چشام نمیبینه، میای کمکم؟ دختر چی کار میکنه؟ پرواز میکنه، میاد پایین، لباسشو میخکوب میکنن به زمین، از تنش در میارن، تن دختر خودش میکنه، میبره قصر پادشاه و دختر دالو میبنده به چی؟ یه درخت رد میشده. میگه چه غذای خوشمزه آماده ای. دختر میگه منو بخور ولی خون من روی زمین نریزه. ولی نمیدونم آقا شیر پیر بوده چجوری بوده، موقعی که میخواد دختر بخوره چند قطره خونش میریزه روی زمین و اونجا یک نیزاری سبز میشه. یه چوپان از اون برداشته رد میشده، یه دونه نی برای خودش برمیداره و سازی درست میکنه و شروع میکنه ساز زدن. صدای ساز به گوش پسر پادشاه میرسه و خوب که گوش میکنه میبینه قصه یه چی؟ زندگی دختر داله. میاد دنبال صدا، نیزار رو پیدا میکنه، میشکافه و به این ترتیب ایزد بانوی گیاهی دوباره متولد میشه.
مثل قصه زال و سیمرغ، مثل داستان سیاوش، خب رشته های مشترک زیادی به قولن قصه ها دارن. این قصه ای که افسانه ای که مردم لرستان باور دارن. پیشواز بهار، خاتون چهارشنبه میاد خونه ها رو نگاه میکنه. هر خونه ای تمیز، روشن، مرتب باشه بهش چی؟ شادی و روشنی و رزق‌روزی میده. و بعد میره توی چاه کنار آناهیتا الهی آب زندگی میکنه. متنوع و در رنگ‌ها و اندازه‌های متفاوتی ساخته می‌شوند. عروسک‌های راما و سیتا معروف شخصیت‌های اساطیری هند هستند. این نمونه عروسک‌ها به شکل‌های مختلف در هند و در کشورهای همجوارش ساخته می‌شوند. راما و سیتا از شخصیت‌های اصلی حماسه رامایانه هستند. راما قهرمان بزرگی است و الگوی یک انسان نیک، شجاع، جوانمرد، پرهیزکار، والامنش و همسر نیکوکار و دوست داشتنی است. همسر او سیتا نیز شخصیت نمونه، همسری هندو و مطلوب، مادری وفادار و فداکار است. پوپالا عروسکی است که بر اساس یکی از شخصیت‌های ادبیات عامیانه کشور گرجستان ساخته شده است. بر اساس قصه ها پوپالا زنی است زیبا، طناز و خوش‌لباس که در حقیقت سمبل زن زیبای گرجی است. پوپالا قصه گوست و همیشه در سفر است و به هر شهر و روستایی که سفر می کند حرف های بسیاری برای گفتن دارد و همگان را شیفته خود می کند. در هر شهر خواستگاران بسیاری پیدا می کند، اما هر بار با آنها جواب رد می دهد و به شهر دیگری می رود تا برای مردمان دیگر قصه هایش را روایت کند. اما باز هم افراد زیادی از او تقاضای ازدواج می کنند. او نیز مثل همیشه جواب رد می دهد. پوپالا آنقدر به خواستگارهای جواب رد می‌دهد تا سرانجام پیر می‌شود و هنوز مجرد است. در فرهنگ مردم گرجستان چنانچه دختر چندین بار به خواستگارهای جواب منفی بدهد یا بی‌دلیل از آنها ایراد بگیرد، به آن دختر می‌گویند پوپالا امپراتور جیموست، نخستین امپراتور ژاپن. بنا بر متون اساطیری او فرزند الهه خورشید است. به همین دلیل کشور ژاپن را سرزمین خورشید تابان نیز می‌نامند. امپراتور جیمو جنگجوی قدرتمند و شجاع و بهترین کماندار و تیراندازی